به رغم تظاهرات اعتراضی مردم در ایران علیه کمک‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به سوریه، به گزارش روزنامه واشنگتن پست، وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که از دمشق دیدن می‌کند، گفته است هیچ کشور یا عاملی نمی‌تواند بر میزان و نحوه حضور مستشاران ایران در سوریه اثر بگذارد. هوشمند میرفخرایی گزارش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان بازدید سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع ایران از دمشق، دو کشور قراردادی برای ادامه همکاری‌های نظامی و کمک ایران به بازسازی سوریه به امضا رساندند. ژنرال حاتمی که اولین امیر ارتش جمهوری اسلامی ایران است که در دو دهه اخیر به سمت وزیر دفاع منصوب شده، هنگام حضور در دمشق بر تداوم حضور شبه نظامیان ایران در خاک سوریه نیز تاکید کرده است. بنا به تخمین دیوید ادسنیک، مدیر تحقیقات در بنیاد آمریکایی دفاع از دموکراسی ها، تقریبا 90% از امدادهای سالانه 16 میلیارد دلاری ایران به شبه نظامیان و نهادهای تروریستی در خاورمیانه صرف کمک به رژیم سوریه می شود و ایرانیان نیز در تظاهرات ضد دولتی خود به عناوین گوناگون به آن اعتراض کردند. در همین رابطه مشاور امنیت ملی آمریکا سه روز پیش در دیدار با همتای روسی خود در ژنو بر اتفاق نظر واشنگتن و مسکو در این مورد تاکید کرد. هدف ما این است که تمام نیروهای ایرانی به ایران بازگردند. تصور می‌کنم که این هدفی است که پرزیدنت پوتین هم با آن موافق است. کار ساده‌ای نیست، اما با همتای خود از روسیه در مورد اقدام‌های گام به گام در این مورد صحبت کردم. آقای بولتون دو روز پیش از آن نیز در سفر به اسرائیل به اثر تحریم‌ها بر تحرکات نظامی برون مرزی ایران اشاره کرده بود. تأثیر کاهش منابع مالی رژیم را در کاهش عملیات سپاه قدس در سوریه و عراق و حتی در کمک‌هایشان به حوثی‌ها در یمن شاهدیم. ما حتی فراتر از اعمال تحریم اقتصادی بر ایران فشار وارد می‌آوریم. در همین حال سخنگوی سازمان ملل متحد می‌گوید از ایران، ترکیه و روسیه برای شرکت در کمیته بازنگری قانون اساسی سوریه که در روزهای 20 و 21 شهریور ماه در ژنو تشکیل می شود دعوت شده است. مقام های ترکیه نیز می گویند رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور برای دیدار با همتای ایرانی خود در روز 16 شهریور ماه به تهران سفر می کند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.